ظاهراً دیده می شود کاسه صبر رئیس جمهور غنی با حمله خونین روز سه‌شنبه گذشته در کابل به سر رسیده است و می خواهد موضوعات صلح با گروه طالبان و عملی نشدن تعهدات پاکستان را با نمایندگان شورای ملی در یک نشست بر رایزنی بگذارد. اما مجلس به شرط به این خواست رئیس جمهور مهر تایید می گذارد که نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را همزمان با حضور یافتن به این نشست به معرفی بگیرد. خواهش ما قبل از ورود جناب رئیس جمهور به خانه ملت افغانستان باید وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به ملت افغانستان به معرفی بگیرند و جنگ در پیوند به ثبات افغانستان و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان با مسئولیت روی دست گرفته شود و مسئولین انتخاب شود. اما خواستها از رئیس جمهور کشور این است که در این نشست موضع‌گیری خود را در برابر پاکستان به علت عملی نکردن تعهداتش به جدیت اعلام نماید. از ما غم داده چه در افغانستان حکومت چه اوس متوجه شوی کور ودان باید جدی متوجه شی، دشمن تشخیص کی او د دشمن د تشخیص پر ابیته تنه د جنگ لار د حل لار نه چې موږ په جنگ باندې دشمن سره خبري وکړو، موږ د جنگ لار غوړو کو چې پاکستان سره به جنگ وشي او د پاکستان د حکومت سره به جنگ وشي او موږ پاغي فشار داسې راوړو. با این حال نمایندگان مجلس از اقدام رئیس جمهور غنی مبنی بر اینکه بالای گروه طالبان فشار نظامی را افزایش می‌دهد ستایش کرده می‌افزایند. باید همه ابهامات در پیوند به برقراری صلح و ثبات در کشور از میان برداشته شود. ما اگر از این که هر روز بمریم بهتر است که ما امو ختمش خود تعیین بکنیم، آغاز جنگ بکنیم با پاکستان اگر پاکستان دشمن خود میدانیم و اگر پاکستان میگیم نه با صلح داشته باشیم، ما ختمش سیاسی خود باید درست بزنیم. ما امو طرحی که با صلح پیش میکنیم باید با طریق امو طرحی که پیش میره هم حکومت هم پارلمان امو یک خط مشه تعقیب بکنن. شورای ملی سره چه کما همانگی شروع شوید از فکر کوم دغه د افغانستان د ولست تایید ولا خه خبره ده چې درې وانه قوی سره هم همکاری وکي، هم دلی وکي او د افغانستان وسترلی مشکلاتو ته په شریکه د لارې حل پیدا کی دغه زه غوړه ګرم او بل طرف ته په امنیتی ځواکونو आवाज کوم چې تاسو आवाज نه استی، تاسو د افغانستان ولست، د افغانستان دیش منمګونه وگریست از شاعت. در این میان نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان خواهان حمایت از نیروهای امنیتی افغان شده تاکید دارند. بدیل برای نظام کنونی وجود ندارد و همگان باید برای تقویت حکومت دست به کار شوند.